حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که این مدلی که ما داشتیم باش کار میکردیم یه ویژگی داره و اونه که پی A تو A و پی B تو B برابر بود. یعنی اینکه توی فضای مدل ها این که خط جاذبه اون بود هیچی، این مدل های من این شکل مدل ها روی این خط قرار داره و من حالا فرض کنید که مثلا اپسیلون هم هست 1/4 اینجا. من یه سوالی برام پیش میاد، من دیدم که بله اگر من اینو کورس گرین کنم داده ها رو یا مدل رو باز بنجار کنم سرش اینه که در نتیجه از اینجا یه جایی شروع میکنه میفته روی این. ما اصطلاحا میگیم فلو، به این میگیم یه آر جی فلو، جریان باز به هنجارش که از هر جایی میفته روی این خطه، از روی اینم میفته روی این خطه. اما ممکنه نفر حالا این سوال از شما بکنه که ببین مدلی که تو داری و این داده‌ای که تو داری یه آدمی پیدا شده، یه دیتا ستی معرفی کرده که رزولوشن زمانیش دو برابر داده اولیه توه. یعنی یک دفعه یه آدمی میاد پیش شما و میگه که ببین اون اندازه گیری که شما انجام دادید و اون مدل که شما ارائه کردید یه مدل بنیادی ترم قبلش هست. حالا سوال اینه که اون مدل چیه؟ یعنی اینکه اگر من این مدل من اینجای الان توی فضای مدل ها از کجا آمده اینجا؟ گام قبلی این مدل چیه؟ یا عبارت ریاضیش اینه که اگر ماتریس تحول سیستم T باشه اون موقع من دنبال این ماتریس I میگردم که A2 به من چیو بده؟ T رو بده. اما یه نکته این وسط وجود داره، من اینو حلش میکنم الان سریع. A هم قاعدتا دوتا پارامتر آزاد داره چون که جمع این دوتا باید بشه یک. فرض میکنم که اینجا X و یکی منهای X، اینجا هم یکی منهای Y Yه. من اینو به توان دو میرسونم مساوی ماتریس T قرار میدم و این مسئله رو حل میکنم. همه تو اینو بلدید؟ این دستگاه برای اینکه جواب داشته باشه اول اینکه نشون داده میشه خیلی راحته، X باید اندازه Y باشه و در نهایت X بر حسب اپسیلون میشه 1/2 مثبت منفی 1/2 رادیکال 1/2 در 1/2 اپسیلون. اپسیلون رو گفتم چند بذاریم؟ 1/4. 1/4 اگه اینجا بذاریم X چند میشه؟ اگر اپسیلون رو 1/4 بذارید اتفاقی که میفته اینه که زیر رادیکال منفی میشه. یعنی که X شما دیگه بجن که یه عدد حقیقی باشه یه عدد مختلطه. این X قرار بود بشنه توی ماتریس A به عنوان احتمال گذار و الان یه عددی که نه تنها یه ذره سیستم رو زده به همه، عدد موهومیه، حقیقی نیست، احتمال گذاری عدد کاملا معنا داره. پس معنی این کار اینه که بنیادی تر از مدل من هیچ مدلی وجود نداره که این سیستم دو حالته رو توصیف کنه. اما خب الان اون همکارتون به شما میگه که ببین من کاری با این حرفا ندارم، من داده‌ای دارم که وضوح زمانیش دو برابر وضوح زمانی داده توه و یقیناً یک مدل بنیادی تری باید باشه که اینو توصیف میکنه. حقیقتش اینه که قبول، اما نکته اینه که اون مدل بنیادی لزوماً قرار نیست که حتما یه مدلی با دو تا حالت باشه. حقه‌ای که اینجا مردم میزنن، خب این ماتریس آه که میبینید 4 تا درایه‌اش موهومیه، حقه‌ای که مردم میزنن اینه که این فضای مدل ها بود، اینجا طیف نقاط ثابته و راجبه این مدل هایی که من دارم حرف میزنم روی این خط بودن، الان میدونم که چون اونجا یه رادیکالی دارم باید زیرش مثبت باشه، از اپسیلون 1/2 به این طرف یه مشکلی پیش میاد و اینه که اون ماتریس بنیادیه، اون مدل بنیادیه در جواب موهومی میده و مختلط. حقه که ما میزنیم اینجا اینه، همین مدل اصلی مینه و تو ادعا میکنی که وضوح زمانی دو برابر منه. یعنی بین هر متغیری که من دارم، بین هر مشاهده پذیری که من دارم میخونم، تو میگی که بین هر دوتاشون یه چیزی هست و اگر قرار باشه سیستم دو حالته باشه، یعنی هر کدوم از این علامت سوالا نهایتا چی هن؟ یا آ هستن یا ب.
اما مشکلی وجود داره اینجا. چرا؟ فرض کنید بین این A و B A باشه. این یعنی چی؟ یعنی در داده وضوح بالاتر سیستم از A میاد به A کاملا تعیونی، بعد از A میره به B. سیستم از کجا باید بفهمه که اینجا و اینجا فرق داره؟ سیستم توی یک گامی از A رفته به A، اما اینجا قانون عوض میشه، از A میره به B. واسه همین این انتخابی که آ رو اینجا بذارید غلطه. سیستم نمیتونه به طور تعیونی این کارو کنه که توی یک لحظه این تصمیمو بگیره و توی یک لحظه بعد اینو تصمیمو بگیره. پس خب شاید بی بشه بذاری. اوکی بی بذاریم. بی اوکیه توی این قسمت. از آ رفت به بی قبول. توی گام اول از آ رفت به بی. الان از بی رفته به بی. پس از بی قراره بره به بی. پس بعد از بی هم باید بره به بی، اما اینجا دوباره آ هست. از بی داره میره به آ. سیستم نباید این کارو کنه. حافظه توی سیستم وجود نداره. به همین خاطر غیر ممکنه که شما یه سیستم دو حالته معرفی کنید که بنیادی تر از سیستم شما باشه، مگر اینکه به سیستمتون حافظه اضافه کنید. اون کارو ما خیلی ساده انجام میدیم و اون اینه که سیستمو حافظهشو زیاد میکنیم. سیستمو چهار حالته در نظر میگیریم و نشون داده میشه که اگر من ماتریس داده قبلیمو به جای اینکه دو تا استیت A و B داشته باشه، زنجیره مارکوفمو با 4 تا استیت این شکلی توصیف کنم که معمولا از A بره به B، حتما این یکی منهای اپسیلون احتمالاً جا افتاده. او نه ببخشید. این شکلی باشه. اگر اون موقع ماتریس A که ماتریس بنیادی تره، ماتریس 4 پارامتری این شکلی باشه، اون موقع اینو میتونه دیگه 4 ماتریس 4 در 4ه. اون موقع اگه اینو به توان 2 برسونید، خروجی این ماتریس میشه این. خروجی این ماتریس میشه دو تا زنجیره کاملا شبیه هم که اینجا A اینجا B نشسته و هر کدوم از اینا شبیه ماتریس شما. واسه همین کاری که ما اینجا در عمل میکنیم اینه که به این موجود میگیم یک هیدن مارکوف چین یا هیدن مارکوف مدل. این یه مدل مارکوف مخفیه که توصیف کننده یه مدل بنیادی تر شماست. واسه همین اگر من سمت چپ این یتکه رو برچسب بزنم، سمت راست اونم برچسب بزنم و این دوتا رو یکی کنم، میرسم به همون چیزی که دلم میخواست. اما اینجا نکته خیلی مهم وجود داره. نکته خیلی 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 مهم اینه که من راجع به یک فضای مدل ها صحبت میکردم که فضای دو بعدی بود و الان وقتی میرم سراغ نظریه بنیادی تر میبینم اصلا مدلم تفاوتش این نیست که پارامترها دارن عوض میشن، اصلا کلاس مدل عوض شده. مدلی که با دو تا متغیر توصیف میشده الان نیاز به 4 تا پارامتر داره. اگر شما یک نظریه در اقتصاد کلان دارید، اصلا لزومی نداره که به همون سادگی یا با همون تعداد پارامتر اصلا قابل توصیف باشه واسه اقتصاد خرد. به همین خاطره که خیلی از اوقات یه اقتصاددانی که کارش اقتصاد کلانه ممکنه هیچ درکی از اقتصاد خرد نداشته باشه و یا برعکس. من اینجا به شما نشون دادم که اگر فاین گرین داشته باشید، یعنی ریزتر داشته باشید و بخواید یک مرحله مدلتون رو بنیادی تر کنید، ممکنه کلا از کلاس مدل ها خارج بشید و این خیلی چیز مهمیه. این یعنی اینکه شما گاهی از اوقات با تغییر داده‌ای که دارید ممکنه کلا اصلا فضایی که در راجع به سیستم حرف میزنید عوض بشه. این نکته خیلی مهمیه. توی جلسه های بعد من بهتون نشون میدم که این برعکسش هم ممکنه. یعنی شما داده رو کورس گرین میکنید، داده ساده تر میشه، اما اتفاقی که بر سر مدل میفته اینه که مدل پیچیده تر میشه. مدل وارد یه فضای کلاس غنی تر میشه. واسه همینه که هیچ دلیلی نداره که اگر شما واسه یک مقیاسی یه نظریه توی فیزیک داشته باشید، اگر مقیاس بزرگتر یا کوچیکتر شد نظریتون لزوما ساده تر بشه یا پیچیده تر بشه. برای اینکه ببینیم چه اتفاقی بر سر
مدل میفته بعد از اینکه اسکیل ما عوض شد، تنها راهش اینه که بتونیم یه گروه باز به هنجارشو بندازیم روش، ببینیم این جریان حرکت کدوم بره، این آرجی فلوی که بر سر مدل میاد چه شکلیه. این چیزی بود که امروز من میخواستم بگم. جلسه بعدی ما میریم سراغ اتوماتای سلولی. اونجا من دوباره بهتون نشون میدم که با باز به هنجارش این مدل ها چه اتفاقات جالبی میفته و امیدوارم که برسیم انجامش بدیم. ممنونم از توجهتون. ویدیوهای این مجموعه خب شامل دوره پیچیدگی برای همه است که توی آدرس پیدا میکنیدشون. این دوره کلاس درسه، کلاس درس واسه آدمایی که دوست دارن سیستم پیچیده رو یاد بگیرن. خیلی از شما متخصص اینجای روش پیپر دارید. من قسم از ارائه این حرفا اینه واسه آدم که بیرون از گود نشسته بتونه ایده ها رو یاد بگیره. گروه باز به هنجارش و کلا نظریه باز به هنجارش اولین بار توی فیلد ذرات بنیادی معرفی شد و بعداً اومد توی فیلد ماده چگال و توسط آدمای بزرگی مثل کادانوف اینا به شدت توسعه داده شد. توی سیلابس درس فیزیک شما زمانی این چیزها رو میبینید که یا دانشجوی ارشد یا دکترای ذرات بنیادی یا کلا فیزیک بنیادی باشید. هدف من اینه که این ایده رو شما اینجاها ببینید، ببینید که ما توی سر زمانی ها چه جوری این کار انجام میدیم، توی اتوماتو سلولی چه جوری انجام میدیم، توی آیزینگ ببینید و اون موقعی که من میبرمتون توی فیل تئوری بتونید این ایده رو دنبال کنید، مستقل از اینکه چقدر وارد ریاضیات بشید ایده کلی رو داشته باشید. مرسی، ممنون از همه تون. اگر سوالی دارید داخل